در ادامه اون ویدیویی که برای معلمات زبط ضبط کردم توی این قسمت میخوام بگم که چجوری کیفیت صدا رو توی نرم افزار اوداسیتی زیاد کنیم با من همراه باشید خب من کاری که میکنم اینه که وقتی ضبط میکنم اول یه ذره سکوت ایجاد میکنم بعد میگم یک دو سه و یه دست میزنم اینجا دقیقا اونجاییه که من دست زدم که صداش بالاتره کاری که میکنم اینه که اولین قدم اون تیکهی که سکوتر رو انتخاب میکنم و میام توی افکت نویز ریدکشن و نویز پروفایل رو با اون تخمین میزنم سکوت به ما میگه که چقدر نویز تو محیط بوده و اون نویزا رو یه پروفایل میکنه و از رو اون نویز بقیه جاها رو کم میکنه این عمل یه عمل زمان بریه خب بعد از اینکه نویز کنسل شد نویز کم شد میایم و چیز رو انجام میدیم دو تا عملیات انجام میدیم عملیات کامپرس من کاری که میکنم اینه که تیکه اولی که دست زدم رو جداگونه کامپرس میکنم و تیکه ثانویه رو هم که تا انتها باشه جداگونه کامپرس میکنم دلیلی که این کارو میکنم اینه که جداگونه این کار رو میکنم اینه که ما اون تیکه صدای خیلی بلندی داره و اون بلندی صدا رو بقیه صدا که حالت نرماله تاثیر بدی داره پس به همین خاطر مجزا این کار رو میکنم که کیفیت صدا بهتر بشه همینطور هم که میبینید عملا کیفیت خیلی بالاتر رفته یعنی توی شکل موج هم همین معلومه این شکل موج قبلیه این شکل موج بعد از تغییراته حالا بشنویم ببینیم این از نظر شنیداری چه فرقی کرده سلام به یه ویدیوی دیگه از مجموعه ویدیوهای من خوش اومدید تو این ویدیو میخوایم در ادامه حالا تغییر یافته رو بشنویم سلام به یه ویدیوی دیگه از مجموعه ویدیوهای من خوش اومدید تو این ویدیو عملا میبینید که تفاوت واقعا جدیه یعنی یکی از مهمترین تاثیرات رو همین کامپرسور میذاره نکته ای که بهتون بگم اینه که پارامترهای کامپرسور مهمه اما مقدارهای دیفالتش برای من خوب بوده اگه شما خانوم باشید یا صداتون بم یا زیرتر از صدای من باشه قاعدتا باید یک کمی اینا رو تغییر بدید ولی امتحان کنید نترسید دیفالت داره برمیگردونید تو حالت بعدی بعد دومین کاری که میکنم از تو افکت نرمالایز رو انتخاب میکنم نرمالایز کاری میکنه که صداهای ما بلندیش یکسان بشه یعنی اینکه تو قطعه های مختلف بلندی های مختلف ما نداشته باشیم همین این ممکنه باعث بشه که صدای ما در مجموع کم بشه یعنی حجم صدایی که شن... شنونده میشنوه و همین خاطر امپلیفای میکنیم تا اون بیاد بالا و عملا نتیجهی که خواهیم داشت یه چنین نتیجهیه یعنی اگه برگردیم به اون حالت اولیه صدا اینجوری بود سلام به یه ویدیو دیگه از مجموعه ویدیو و الان که بهتر شده صدا اینجوریه سلام به یه ویدیو دیگه از مجموعه ویدیو های من خوش اومد و میبینیم که چقدر اوضاع بهتر شد من پیشنهاد میکنم که فارغ از اینکه چه جوری ضبط میکنید این کار رو حتما روی صداتون انجام بدید خیلی ممنون که گوش دادید اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید خداحافظ شما